قارچ‌ها در طبیعت دو سری طیفی هستند، از سلامت بخشی تا مسمومیت. نوعی قارچ که از شرق آسیا آمده، این روزها توجه خیلی ها را برای آثار خوبش برای بدن به خود جلب کرده. خانم اسلامی به سراغ شرکتی دانشمندان رفته که قارچ گانودرما را زیر نظر ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی رئیس جمهور برای مصرف کارخانه های داروسازی پرورش می دهد. گانودرما لوسیدم نام گیاه شناسی یک قارچ معروف و محبوب در طب چینی است که سابقه آن به 2000 سال می رسد. یک شرکت ایرانی به تازگی این گیاه را در داخل کشور تولید کرده است. این یک قارچ مکمل داروییه و اینطور که گفتن 170 آنتی‌اکسیدان داره که از بیماری‌های مختلف جلوگیری می‌کنه. مقاومت بدن در مورد انواع بیماری‌ها بالا می‌بره. گیاه به تایید رسیده و بر مبنای تست‌های بالینی بوده. ما به عنوان مثلا همین خاصیت ضد سرطانش بوده، هنوز مکانیزمی که این گیاه برای مقابله با سلول‌های سرطانی و از بین بردن تومورها استفاده می‌کنه هنوز شناخته نشده است. فقط بر مبنای تست‌های بالینی که ازش گرفتن این تاییدیه‌ها صادر شده در رابطه با این گیاه. این شرکت به عنوان شرکت خلاق در حوزه گیاهان دارویی در معاونت علمی ریاست جمهوری به ثبت رسیده است. بستر‌سازی برای تولید این قارچ در ایران خیلی سخته. اون محیطی که میخواد ما در ایران نداریم به شکل طبیعی. ما از دانشگاه تهران کمک خواستیم و یک آنالیزی به ما دادند که این قارچ یک نوع از قارچ‌های بسیار خوبیه که در ایران پرورش پیدا کرده. برای من جالبه بتونم که کدوم قسمت این گیاه در حقیقت عصاره اصلی رو داره، کدوم قسمتش قابل استفاده است. مهمترین بخشش همین قسمت پهنیه که روی قارچ‌ها ملاحظه می‌فرمایید و زمانی که این قارچ به زمان اسپوردهی میرسه، مهمترین بخش داروی این قارچ اونجا واقع شده در اسپورهاش هست. یعنی بعد موقع شرایطی باشه که شما قبل از اینکه اسپور تولید نشده باشه و زمانی که حالا اسپور داره دست میده، بین این فاصله شما قارچ رو بچینید و اون رو ازش عصاره گیری کنید. همه میتوانند از این قارچ استفاده کنند؟ ببینید مصرفش برای عموم آزاده، یعنی مشکلی نداره که بگیم که نمیشه، کسی نمیتونه استفاده کنه، اما میزان مصرف دوزش خیلی مهمه. اگر که این قارچ رو به صورت پودر خشک مصرف بکنن، روزانه بین 1 تا 5 گرم مجاز هستن که مصرف کنن و بهتره که با 1 گرم شروع کنن و بعد از هر مثلا 10 روز 15 روز مثلا نیم گرم دوزش رو بالا ببرن. اما اگر عصارش رو بخوام بگیرن، یعنی برای عصاره گیری هم پودر خشک قارچ رو باید حداقل 4 ساعت بجوش جوشیده بشه، بعد اون جوشانده رو صاف کنن، عصارش رو میتونن بین 5 تا 15 میلی لیتر در روز مصرف کنن. اقراق در فضای مجازی. ادعایی که در فضای مجازی هست قطعا نمیتونه همش واقعیت داشته باشه. اگر که بخواد من به صورت تیتوار ادعاهایی که تایید شده رو عرض کنم خدمتتون، یکیش قبل خاصیت ضد سرطانیش هست، یکی برای همین میزان آنتی اکسیدانش هست، بالا بردن مقاومت بدن هست، برای بیماری مثل هپاتیت ازش استفاده میشه، برای آن تنظیم کردن آنزیم های کبد خیلی مناسبه، برای سیستم قلبی عروق خیلی خوبه، فشار خون رو پایین میاره، کلسترول خون رو پایین میاره و جلوگیری میکنه از انسداد رگ ها. شما محدودیتی ندید برای تولید؟ به امید خود ما در حال گسترش هستیم، سالن تولید ما داریم گسترش میدیم و با حمایت خود ستاد گیاهان دارویی که محبت کردن تا به امروز از ما حمایت کردن و ارگان های دیگه که نیاز هست قطعا و دیگر دوستانی که حالا تولید کننده هستن دست در کار هستن، قطعا میتونیم که این تولید این قارچ رو به سطحی برسونیم که سلامت جامعه رو به نوعی بتونه ارتقا ببخشه.